به نام خدا، با سلام. سجاد محمدی فر هستم، دانشجوی کارشناسی مهندسی شهرسازی از دانشگاه بیرجند. آموزش مقدماتی کیو بیس رو برای شما ارائه خواهم داد و لازم به ذکر که بگم آموزش ما به چه صورت خواهد بود. آموزش ما آموزش مقدماتی موسیقی کیو بیس خواهد بود، یعنی در واقع ما از سطح مقدماتی داریم فراتر کار میکنیم با هم. به بیان ساده بخوام بگم، هم داریم موسیقی رو کار میکنیم و هم داریم یک نرم افزاری رو به شما آموزش میدیم. و اگر بخوام این رو یک مزیت یا ویژگی عنوان بکنیم، در این پک آموزشی نسبت به سایر پک هایی که حالا مشابه این پک هستن در فصل های مقدماتی، این یک چیزی رو فراتر داره و شما میتونید دوستان از این استفاده کنید. اما لازم به ذکره که این رو بگم، ما برای شما در خود پک آموزشی مجموعی رو فراهم کردیم به عنوان پیش نیازهای آموزش که شما در واقع این پیش نیازها رو برای یادگیری موسیقی طی می‌کنید تا برسید به نرم افزار کیوبیس و کار با نرم افزار موسیقی. این پیش نیازها در فصل ششم آموزش قرار گرفته. بنابر این که آموزش پیش نیازهایی که برای شما در پک آموزشی گذاشتیم مربوط به برنامه کیوبیس نمی باشد، ما اون رو در فصل ششم قرار دادیم تا تداخلی برای کسانی که میخوان فقط نرم افزار رو یاد بگیرن به وجود نیاد. اما اگر شما اون مراحل رو طی بکنید و بعد وارد برنامه کیوبیس بشید، به صراحت میتونم بگم که راحت تر و قوی تر میتونید کار کنید داخل مجموعه کیوبیس و یک موسیقی و یک آهنگ دلنشین رو از دل کیوبیس بیرون بیارید. اما پروژه های آموزشی ما به صورت کلی به دو دسته تقسیم میشن. پروژه های اصلی که عبارتند از ضبط وکال یا همون آدیو یا ضبط صدا، تنظیم تمپو یا تنظیم سرعت پروژمون، ایجاد درام یا ایجاد ریتم در پروژه، ایجاد پاساج درام یا سطح اختلاف دو تمپو رو میاییم با این ماکسیموم میکنیم، و ادیت وکال خواهد بود که ما میاییم ویرایشی رو بر روی یک صدا داریم، اعمال پلاگین خواهد بود یا اعمال افکت گذاری بر روی صداها، اعمال پروسس خواهد بود که این هم به نوبه خودش مثل پلاگین عمل خواهد کرد و یک افکت گذاری رو بر روی صدا برای ما انجام خواهد. خب تا اینجا ما چیزایی که یاد گرفتیم اینها خواهد بود، اما لازم یک توضیحات مختصری رو در مورد این موارد به شما بدم و بعد بخشای جانبیش رو برای شما توضیح بدم. تمامی آموزش ما اینها نخواهد بود به صورت کلی، بلکه در دل هر کدوم از اینها یک آموزش های دیگه‌ای و ریز شده وجود داره و شما میتونید از دل اینها هر کدومشون حداقل 6 تا آموزش بیرون بیارید. در ادامه با همدیگه اینها رو طی می‌کنیم. اما پروژه های جانبی که ما انجام خواهیم داد، یک، افزودن ترک خواهد بود، ایمپورت کردن یا همون ورودی آوردن یا ورود دادن یک پروژه به داخل کیوبیس. تنظیم آهنگ خواهد بود که در فصل ششم به شما آموزش داده خواهد شد در پیش نیازها که تنظیم آهنگ با چه ابزارهایی استفاده خواهد شد، و در فصل چهارم این ابزارهایی که داریم میگیم با اونها کار خواهیم کرد که اهم از پلاگین، پروسس و غیره خواهد بود، و همینطور در فصل سوم که ما میایم این تنظیم آهنگ و ریتم رو انجام خواهیم داد. و اما در مرحله نهایی ما یک اکسپورتی رو داریم یا همون خروجی گرفتن از کل مجموعه‌ای که داریم کار میکنیم روش. و لازم به ذکره که من بگم در پایان هر فصل ما یه خروجی داریم. مثال در فصل اول ما یه خروجی آهنگی رو داریم که این خروجی ها همه جمع میشه و در فصل پنجم خروجی کاملی از اونا گرفته خواهد شد برای اینکه شما درک بهتر و آشنایی بهتری با اونها داشته باشید، که تمامی این خروجی ها در اتمام پروژه های ما حضور دارند و درون پوشه هایی که مربوط به هر آموزش خواهد بود گذاشته شده. اما لازم به ذکر که بگیم ما درون هر پوشه از مجموعه آموزشیمون یک پوشه هایی رو داریم که در ادامه به شما آموزش داده خواهد شد، که این پوشه ها اهم از پوشه هایی خواهند بود که ترک هایی رو که وارد می کنیم داخل اونها حضور دارند و حتی اون خروجی هایی که ما گرفتیم داخل اون پوشه ها هست. اینها رو در نهایت در اختیار شما قرار خواهیم داد تا شما بتونید از اونها استفاده کنید. اما مقدمه ای درباره کیوبیس. در زمانهای گذشته تحولات زیادی در عرصه‌های گوناگون در طول سالها به وجود اومده. کاربری ها، دسترسی ها به اطلاعات و تکنولوژی روز به روز آسان تر شده در این محیط ها، و کاربرها
به محیط های مجازی آمدن و دسترسی ها از طریق محیط های دیجیتالی آسان تر شد. یه برنامه کیو بیس بخوام به صورت خلاصه بگیم یکی از این مجموعه های دیجیتالی هست که ما میتونیم درون اونها شروع به پردازش و تدوین یک موسیقی کنیم. خب تا اینجا مفهوم کیو بیس رو متوجه شدیم. کیو بیس یک برنامه دیجیتالی. همینطور که گفتیم برنامه کیو بیس یا نرم افزار کیو بیس برنامه دیجیتالی است که این امکان را به کاربر می‌دهد تا تمام هنر و ذوق خود را در دنیای موسیقی نشان دهد. این هنر و ذوق خود که داریم اینجا بیان می‌کنیم، منظور همون علم موسیقی خواهد بود که در پیش نیازها برای شما توضیح داده شده. کیوبیس که از موفق‌ترین برنامه‌های دیجیتالی می‌باشد که کاربرهای آن اکثر افراد مشهور رشته موسیقی هستند، نظیر خوانندگان، آهنگسازان. تنظیم کننده ها و ملودی ساز ها هم از این قسمت استفاده خواهند کرد، یعنی از این برنامه استفاده خواهند کرد و تنها مختص خوانندگان و آهنگسازان نیست و کاربردهای متفاوتی هم داره که در ادامه به اون بخش ها هم اشاره خواهد شد. شرکت سازنده کیوبیس شرکت اشتاینبرگ آلمان هست که یکی از بزرگترین شرکت های موسیقی می باشد. اما دلیل برتری این برنامه DIY این هستش که نهایت سعی در طراحی و برنامه‌نویسی اون شده که تمامی نیازهای یک استدیوی مجازی رو فراهم سازه. نظیر محیط آهنگسازی، محیط میکس و تنظیم، محیط ضبط وکال و میدیا، فراهم ساختن سازهای مجازی که یکی از اصلی ترین و ویژگی های مهم کیوبیس همین خواهد بود که ما سازهای مجازی رو داریم در عنوان پیانو، گیتار، ویولون و پیانو که هر کدوم از اینها به صورت صداهایی در اومدن، صداهای ضبط شده ای که در اختیار شما کاربرا قرار میگیره و شما میتونید با اونها رابطه برقرار کنید و یک موسیقی رو ایجاد کنید. خب همینطور که اشاره کرده در این قسمت گفته محیط آهنگسازی. محیط آهنگسازی ما مربوط به همون سازهایی میشه، سازهای زنده و سازهای مجازی خواهد بود. محیط میکس و تنظیم یعنی شما میتونید این کارها رو یکی یکی انجام بدید. پس در این پک آموزشی تمامی این محیط هایی که برای شما اینجا ذکر شد تک تک آموزش داده خواهد شد و برای شما باز خواهد شد که به چه نحوی میشه از اونها استفاده کرد. اما اهمیت یادگیری کیوبیس. کیوبیس برنامه مفید برای رشته های موسیقی، هنر، گرافیک، انیمیشن و کسانی که علاقمند به هنر موسیقی یا کارهای استودیویی میباشند مفید خواهد. خب این بخشی خواهد بود که ما در موردش صحبت کردیم که تنها ویژه خوانندگان و آهنگسازها نیست، یعنی در عرصه‌های گوناگون میشه از کیوبیس استفاده کرد برای صداسازی و کارهای دیگه. اما هدف از آموزش کیوبیس در این پک آموزشی سعی شده به صورت دقیق و مفهومی عناوین زیر آموزش داده بشه. ساختار آموزش پک فوق دارای 4 مشخصه است: 1. آموزش نرم افزار، 2. انتقال علم موسیقی، 3. اهمیت های بازار کار، 4. معرفی و راهنمایی برای شروع حرفه. خب در آموزش ما این 4 مشخصه لحاظ شده و ما سعی کردیم که به صورت مفهومی و دقیق در مورد هر کدوم از اینها با شما صحبت کنیم. آموزش نرم افزار همین خواهد بود که شما کیوبیس رو یاد بگیرید. اما انتقال علم موسیقی نکاتی خواهد بود که من در حین انجام پروژه هایی که با هم انجام میدیم به شما میگم و یا اون چیزایی خواهد بود که در پیش نیازها برای شما گذاشتیم. اما اهمیت‌های بازار کار، وقتی شما بتونید یک خروجی کاملی رو از کیوبیس بگیرید در فصل پنجم، شما اهمیت‌های بازار کار رو دریافتید و میتونید با اونها کار. اما معرفی و راهنمایی برای شروع حرفه‌ای، وقتی شما این 3 مشخصه قبلی رو یاد بگیرید و انتقال علمی که در کیوبیس به شما داده میشه فرا بگیرید، میتونید برای شروع حرفه‌ای شروع به کار. اما تمامی اینها خلاصه میشن در آشنایی کامل هنرجو با محیط کاری این DIY و مراحل تنظیمات اصلی نرم افزار که این هم برمیگرده به آموزش نرم افزار، آموزش ضبط آدیو و میدی و کار با آنها که این هم آموزش میشه و هم انتقال علم موسیقی خواهد شد، نحوه کار با سازهای مجازی خواهد بود که این هم میشه هم آموزش در نظر گرفت و هم انتقال علم موسیقی خواهد بود که به شما آموزش داده خواهد شد، قواعد و اصول موسیقیایی خواهد بود که در طول پروژه ها به شما آموزش دادیم، راهنمایی هایی برای هنرجویان فاقد علم موسیقیایی که باز هم همون قواعد و اصول موسیقیایی خواهد بود و در نهایت ایجاد یک پروژه کاری در پایان هر فصل برای شما دوستان عزیز که لازم به ذکره که تمامی پروژه‌هایی که ما انجام میدیم
درون پک آموزشی خواهد بود و شما میتونید از اونها استفاده کنید. و در پوشه‌ای که مثال شما دارید با اون کار میکنید یا دارین ویدیوش رو نگاه میکنید، پروژه این بخش در اون قسمت قرار گرفته. و تمامی این پوشه ها با نام های مشخصی که در طول پروژه به شما خواهیم گفت هستند و شما میتونید از اونها استفاده کنید. اما چیزی که در این بخش باید به شما بگم این خواهد بود که شما تا قبل از اینکه پیش نیازها رو نگاه نکردین، علل خصوص اون کسانی که علم موسیقی این ندارند و حتی اونهایی که دارند، اگر پیش نیازها رو نگاه کنن یک مروری برای اونا شده و میتونن با قاطعیت و درک و فهم بهتری وارد آموزش فصل اول بشن. خب باید این رو به شما بگم که آموزش های ما به دو صورت خواهد بود، به صورت اسلاید و پروژه محور، که در فصل اول برای شما به صورت پروژه محور و همینطور اسلاید خواهد بود. اما قبل از اینکه آموزشمون رو به صورت جدی شروع کنیم، نکته ای رو در مورد پیش نیازها باید به شما بگم که کسانی که دارای علم موسیقیایی نیستن به پیش نیازها در فصل ششم مراجعه کنند و پیش نیازها رو 100% نگاه کنند، به دلیل اینکه اگر شما دارای علم موسیقیایی نیستید، شاید یک مفاهیم و یک اصطلاحاتی رو که من در آموزش ها بیان می کنم برای شما گنگ و غیر قابل فهم باشه. بنابراین نیازه که شما چه برای افزودن علم خودتون و چه برای یادگیری کیو بیس به فصل ششم مراجعه کنید و اونها رو یاد بگیرید و به صورت جدی نگاه کنید. اما در فصل اول بخش های اصلی کیو بیس رو ما تدریس خواهیم کرد، به دلیل اینکه کلن کیو بیس چند تا بخش اصلی بیشتر نداره و محیط های آهنگسازی، میکس، تنظیم، ضبط آدیو و غیره‌ای که برای شما در مرحله مقدماتی توضیح دادیم. اما بخش های اصلی کیو بیس آموزشش به صورت پروژه محور و اسلاید خواهد. ما الان در فصل اسلایدش هستیم و توضیحات تئوری و معرفی هر بخش رو برای شما ارائه خواهیم داد. عناوین آموزشی این فصل به صورت کلی بخواهیم توضیح بدیم، عبارتند از آشنایی با محیط نرم افزار که هر بخش به صورت تفکیک پذیر برای شما توضیح خواهد داده شد و اصطلاحاتی رو درون هر بخش برای شما وارد خواهیم کرد. مرحله دوم آشنایی با پنجره ها خواهد بود که گفتیم هر پنجره خودش دارای تنظیمات و عنوان هایی هست که برای شما یکی یکی توضیح داده خواهد شد. و مرحله سوم آشنایی با تنظیمات هر پنجره خواهد بود و همینطور هر فصل. و مرحله بعدی آشنایی با تبلها و منوها خواهد بود که یکی از بخش‌های اصلی نرم افزار خواهد بود که برای شما توضیح خواهد داده شد تا شما به صورت مفهومی و با درک و ادراک بالاتری بتونید در پروژه ها و همینطور در کارهایی که دارید برای خودتون انجام میدید برای یادگیری بهتر و بازتر و قابل فهمتر باشید. و در نهایت معرفی کاربردهای ابزارها خواهد بود که به اختصار اینا رو توضیح میدیم که هر بخش خودش اجزای مختلفی رو داره و ابزارهای مختلفی رو داره که هر کدوم به اختصار توضیح خواهد داده شد. اما عناوین آموزشی این فصل به صورت جزئی. اولین موردی که ما داریم به صورت جزئی صفحه استارت خواهد بود که برای شما توضیح خواهد داده شد که به چه صورت هست. بعد از اون لیسترک خواهد بود، بعد از اون اینسپکتور خواهد بود که صفحه کنترلر ما خواهد بود که کنترلرهای ما در اون حضور دارن، و بعد از اون پلیلیست خواهد بود که برای ما جزئیات هر ترک رو نمایش میده، تولبار خواهد بود که برای ما میاد ابزارها رو به صورت نواری لیست میکنه، و ترانسپورت خواهد بود صفحه پیمایش یا صفحه کنترل ما خواهد بود که خیلی مهم خواهد بود، و تب ها خواهد بود یا همون منوها، و آبجکت سلکشن خواهد بود که برای ما میاد جسم رو انتخاب میکنه، انتخاب موضوعی رو برای ما داره، رنج سلکشن خواهد بود که این هم برای ما یک میزانی از موضوعات رو انتخاب میکنه، اسپلیت خواهد بود که برای ما یک برشی رو خواهد داشت، یعنی جدا کردن تفکیک پذیری، گلو خواهد بود که برای ما میاد چسبندگی رو ایجاد میکنه، یعنی متصل کردن، ایریس خواهد بود که برای ما پاک کردن رو انجام خواهد داد، زوم خواهد بود که برای ما کوچک و بزرگ نمایی رو انجام میده، و میوت خواهد بود که برای ما قطعی صدا رو خواهد داشت، یعنی قطع کردن صدا یا خاموش کردن صدا، تایم ورپ خواهد بود که برای ما میاد و زمان رو به صورت پیچ و خم در میاره، و ابزار درا خواهد بود که مدادی برای ما داره که برای ما میاد ترسیم موضوعی رو انجام میده،
ابزار لاین خواهد بود که در آموزش برای شما توضیح خواهد داده شد و ابزار پلی خواهد بود برای پخش کردن صدا، ابزار کالر خواهد بود برای رنگ‌آمیزی هر ترک، اسنپ خواهد بود که توضیحاتی رو در فصل‌ها برای شما داره، آدو اسکرول خواهد بود که این هم برای شما میاد و یک کارهای مفید رو انجام خواهد داد، در آموزش برای شما باز خواهد شد به صورت کلی، ساسپند آدو اسکرول ون ادیتینگ خواهد بود که این هم برای شما در طول پروژه آموزش داده خواهد شد. اما اولین پنجره بازشونده‌ای که ما داریم، پس از اینکه برنامه کیوبیس رو شما اجرا می کنید و اولین پنجره‌ای که برای شما باز خواهد شد پنجره‌ای به نام پراجکت اسیستنت خواهد بود. پنجره معرفی یا توضیح خواهد بود که برای هر هنرجو و یا کاربری که میخواد با کیوبیس کار کنه یک اطلاعاتی رو نمایش خواهد داد. این نمایش اهم از ایجاد یک پروژه جدید ریسنت، ایجاد پروداکشن، ضبط و ثبت، اسکورینگ، نوشتن نوت، پروداکشن، تولید پروژه، مسترینگ، کار روی قطعه و همینطور مور بیشتر توضیحات بیشتری رو برای شما داره. اما پروژکت اسیستنت کلن بخوایم توضیح بدیم، هر کدوم از این بخشایی که برای شما گذاشته یا آپشنایی که گذاشته به صورت کلی برای شما فقط جنبه توضیحی داره، جنبه معرفی داره و عملا همشون یک کاری رو برای شما انجام میدن. به عنوان مثال اگر شما ریسنت رو بزنید برای شما یک پروژه رو ثابت ایجاد میکنه، یعنی باز میکنه، و اگر رکوردینگ رو بزنید باز هم همون پنجره ثابت و جدید رو برای شما باز میکنه و علنا برای شما جنبه معرفی داره. اما پروژکت اسیستنت به سه قسمت تقسیم میشه. صفحه موضوعی یا صفحه معرفی خواهد بود، صفحه توضیحات خواهد بود که برای شما اگر روی رکوردینگ حالا در طول پروژه عملیمون توضیح خواهیم داد، اگر در اون قسمت قرار بگیریم برای شما توضیحاتی رو میده، و در قسمت پایین برای شما دو تا آپشن رو میاره و توضیح میده، برای شما ارائه میده. اولیش User Default Location خواهد بود. به شما این اجازه رو میده شما به صورت اختیاری پروژه‌تون رو سیف کنید و همینطور نامگذاری کنید. اما در قسمت پایین یا گزینه پایین Prompt for Project Location خواهد. به صورت پیشفرض یا رندوم یا خودکار میاد سیف میکنه و به شما آدرسی رو نخواهد داد و شما باید برین از منوی داکیومنت خود برنامه کیوبیس اون پروژه‌تون رو استخراج کنید. اما در نهایت بعد از اینکه شما تنظیمات رو قبول کردید با دکمه کریت وارد مجموعتون میشید. و اما بخش اول کیوبیسی که برای شما ظاهر میشه پس از اینکه شما تنظیماتتون رو انجام دادید. در بخش اول کیوبیس یا همون صفحه استارت کیوبیس فقط دارای تب‌ها میباشد. یعنی فقط شما منوها رو دارید و هیچ صفحه دیگه‌ای درون اون حضور نداره. اما بخش دوم کیوبیس که از اینجا تازه آموزش ما شروع میشه و بخش‌های اصلی کیوبیس برای ما باز خواهد شد. بخش دوم کیوبیس یا همون صفحه نمایش خواهد بود یا پلن که دارای 5 بخش کلاً خواهد بود. 5 بخشی که ما می‌خوایم در موردش صحبت کنیم، 5 بخش اصلی کیوبیس خواهند بود که اگر هر کدوم از اونها حذف بشه، علناً کار ما یا پروژه ما یا برنامه ما دارای نقص و اشکال میشه. خب 5 بخش رو می‌خوایم توضیح بدیم. 5 بخش ما عبارتند از بخش اول لیست ترک که ترک‌های ما درون اون لیست میشه و ما می‌تونیم هر ترکی رو که وارد می‌کنیم درون اون ببینیم. اما اینسپکتور صفحه کنترلر ما خواهد بود که کنترلرهای مربوط به هر ترک درون اون قرار خواهد گرفت و ما می‌تونیم از اونها استفاده کنیم برای کنترل و همینطور تغییرات و اعمال اثر بر روی ترک. اما بخش سوم پلیلیست خواهد بود، صفحه نمایش جزئیات ما خواهد بود یا صفحه‌ای که برای ما جزئیات ترک رو نمایش خواهد داد. به صورت مثال اگر من ترکی رو وارد کنم، ترک من درون این لیست ترک قرار خواهد گرفت و جزئیاتش دیده خواهد شد. و درون لیست ترک تنها من فقط یک مشخصه دارم، یک نام از اون ترک. اما بخش چهارم تولبار خواهد بود، منوی نوار ابزار من. درون نوار ابزار من ابزار ویرایشی وجود داره و همینطور ابزار کنترلی و همینطور ابزار اعمال پلاگین و همینطور بخش‌های دیگه‌ای که در طول پروژه برای شما آموزش داده خواهد شد. و اما بخش پنجم ترانسپنل خواهد بود که صفحه پیمایش من خواهد بود که یکی از صفحات مهم و کنترلی اصلی ما در پروژه خواهد بود.
اگر این بخش برای ما حذف بشه به صورت مثال از کیوبیس، کار ما با مشکل و همینطور سختی فراوانی مواجه خواهد شد. یکی از بخش‌های اصلی کیوبیس همین بخش خواهد بود و پرکاربرد خواهد. خب، بخش اسلایدهای ما به اتمام رسید و بخش اسلایدهای ما فقط جنبه توضیحی و معرفی داشت. اما در بخش عملی ما به صورت جزئی هر کدوم از این پنجره‌ها رو باز خواهیم کرد و توضیحاتش رو برای شما دوستان عزیز معرفی خواهیم کرد. خب پس از اینکه شما برنامه کیوبیس رو اجرا می‌کنید، اولین پنجره که برای شما باز خواهد شد پنجره پراجکت اسیستنت خواهد. پنجره پراجکت اسیستنت پنجره خواهد بود که برای شما جنبه توضیحی داره، یعنی جنبه عملی نداره در اصل. جنبه عملی ما در بخش سوم این قسمت خواهد. اما در بخش اول فقط جنبه توضیحی داره و میگه برای شما عملگرهای کیوبیس چیا هستن یا عملکردهای کیوبیس چیاست. به عنوان مثال در اینجا میگه شما میتونید یک پروژه جدید ایجاد کنید، یا بیاید ضبط و ثبت انجام بدید، یا بیاید نویسی رو انجام بدید، و یا بیاید تنظیم انجام بدید، و یا بیاید کار روی قطعه رو شروع کنید. تمامی این توضیحات خلاصه شده در این چهار بخشی که برای شما توضیح دادم و همینطور قسمت هایی که شما میتونید بیشتر استفاده بید. و اگر روی هر کدوم از اینها کلیک بکنید، توضیحاتی رو در مورد کاراییشون به شما خواهد داد در بخش دوم. به عنوان مثال در قسمت رکوردینگ آکوستیک گیتار و وکال خواهد بود، یعنی شما هم میتونید گیتار رو ضبط کنید و هم میتونید صدای خواننده رو ضبط کنید. و همینطور در قسمت اسکورینگ شما میتونید ملودی رو داشته باشید، ملودی گیتار رو مثلا، و همینطور شما میتونید میکس و تنظیم انجام بدید، مسترینگ کنید و کارهای دیگه. اما برای کار ما میذاریم روی ریسنت، یعنی همون پروژه جدید. اینها رو در طول پروژه ها برای شما آموزش خواهیم داد تا متوجه بشید که اینها فقط جنبه توضیحی دارن. اما در بخش سوم برای ما دوتا گزینه گذاشته یا دست ما رو باز گذاشته که بتونیم از این دوتا گزینه استفاده کنیم. برای کسانی که میخوان پروژه رو شخصی سازی کنن و به صورت شخصی کار کنن، در قسمت User Default Location یاد این کار رو براش انجام بدید. یعنی شما میتونید هم نام پروژهتون رو تعریف کنید و هم آدرس دهی کنید به پروژهتون. خب من پروژه‌مو قبلا آدرس دهی کردم در فولدر فرادرس، فصل اول پروژکت کیوبیس، و همینطور در قسمت پروژکت فولدر اومدم اسمشو زدم دیوان، یعنی همون درس اول. اما در قسمت پرامپت فور پروژکت لوکیشن این امکان رو از من میگیره و به صورت اختیاری و رندوم میاد این کار رو برای من انجام میده، یعنی خودکار. اما این پروژه هایی که در اینجا سیو میشن کجا ذخیره میشن و کجا بارگذاری میشن؟ در قسمت پوشه داکیومنت در قسمت کیوبیس شما میتونید دنبال پروژه خودتون بگردید و یا جایی که برنامه کیوبیس رو نصب کردید. این بستگی باز هم به اون آدرس اولیه‌ای داره که شما تعریف کردید. و بعد از این که ما کارمون به اتمام رسید که در اکثر کارها ما بر روی User Default Location میذاریم و آدرس دهیمون رو انجام میدیم. و پس از این که کار ما در این پنجره تمام شد، دکمه Create رو میزنیم و وارد برنامه مون میشیم. قبل از این که من کلیک کنم، یک توضیحی مختصر در مورد تفاوت دو کیوبیس مشترک بریم. اولین این خواهد بود که ما داریم با کیوبیس 5 کار میکنیم و ما اگر بخوایم همین پنجره رو در کیوبیس 8 داشته باشیم، شاید این دکمه به عنوان اوپن باشه، یعنی همون باز کردن، یعنی تفاوتی آنچنان نداره روی کریت یا اوپن بودنش. و ما اینجا اوکی رو میزنیم و وارد پنجره رو خواهیم شد. خب اولین پنجره که برای من باز میشه یا اولین بخش کیوبیس برای من پنجره استارت خواهد بود، یا صفحه استارت که برای شما توضیح دادیم، دارای منوها خواهد بود که منوها رو برای من به همراه داره و من میتونم ازشون استفاده کنم. که در ادامه در مورد منوها برای شما صحبت خواهیم کرد، کاربری و همینطور عنوان هر کدوم از اینها رو توضیح خواهیم داد. اما بخش اصلی ما یا همون بخشی که ما بیشترین کار رو با اون انجام خواهیم داد، بخش دوم کیوبیس خواهد بود که دارای 5 بخش کلی خواهد بود که من اگر بخوام توضیح بدم، این قسمت صفحه جزئیات من خواهد بود، این قسمت صفحه لیست ترک من خواهد بود، ترک های من در اینجا لیست خواهد شد، در این قسمت اینسپکتور من خواهد بود و کنترلر های مربوط به هر ترک در اینجا لیست خواهد شد.
و همینطور این قسمت بالا که برای شما توضیح دادیم تول بار خواهد بود، ابزار کنترلی و همینطور ابزار ویرایشی رو برای من خواهد داشت. اما در قسمت پایین ابزار کنترلی رو برای ما داره و ابزار اعمال تغییرات و همینطور کنترل دقیق و تمرکز دقیق بر روی پروژه رو خواهد داشت. و همینطور که در ادامه بهش میرسیم صفحه کیبورد یا همون صفحه میدی ما خواهد بود در کیوبیس که توضیحاتش رو در فصلهای بعدی برای شما کاملا خواهیم داد. خب ما برای اینکه کارمون رو شروع بکنیم، اولین کاری که ما انجام خواهیم داد یک پروژه ای رو به داخل کیوبیس وارد میکنیم و روی اون کار خواهیم کرد با ابزار ویرایشی که در اختیار ما خواهد. اولین کاری که ما میکنیم این کار خواهد بود که از منوی فایل و از قسمت ایمپورت و میایم این کار رو انجام میدیم. و یا من میام از قسمت پوشه‌ای که من دارم که با نام خودم سیف کردم در اینجا وارد کیوبیس میکنم و اگر دقت بکنید پنجره باز خواهد شد که من فقط اوکی رو میزنم و توضیحات اون قسمت رو در فصل پنجم انشالله به شما خواهم داد. خب پروژه من وارد شد، همینطور که شما ملاحظه میکنید این پروژه من خواهد بود. من برای اینکه بهتر دیده بشه یکم بزرگ نماییش میکنم تا شما دوستان بهتر ببینید. خب اندازه زومش کافیه. به همین ترتیب که شما دارید ملاحظه میکنید این پروژه من خواهد بود که اگر دقت بکنید جزئیات در این قسمت، ترک در لیست ترک و در این قسمت هم کنترلرهای اون قرار گرفت. اما موردی که ما میخوایم آموزش رو با اون شروع کنیم قسمت نوار ابزار خواهد بود. اگر دقت کردید من وقتی میخوام جابجا بکنم این جسمم رو در این قسمت Object Selection به کمک من میاد و من میتونم با اون درک کنم و هر جایی که بخوام موضوعات خودم رو قرار بدم. اما موضوع دومی که ما میخوایم شروع کنیم با اون این خواهد بود که ما چطوری بتونیم این پروژه رو پخش کنیم یا به معرض شنیدن بذاریم. اولین کاری که ما میکنیم در این قسمت پلی میکنیم. پلی میکنم. خب این پروژه خواهد بود که ما با اون کار خواهیم کرد و در ادامه بیشتر با اون توضیح خواهیم داد که چطوری میتونیم کار کنیم و همینطور چطوری میتونیم یک آهنگی مثل این رو درست کنیم. من میذارم تا یک میزانیش رو گوش کنید شما و بعد شروع کنیم کارمون رو. خب تا این میزان بس خواهد بود. خب همینطور که دقت کردید من این پروژه رو در کوچه مربوط به فرادرس کیوبیس فصل اول و همینطور ایمپورت قرار دادم و با نام فرادرس در اینجا قرار گرفته. خب پس این هم در پروژه های شما خواهد بود و شما میتونید ازش استفاده کنید برای تمرین و هر تمرینی که ما به شما میدیم میتونید بر روی همین پروژه‌ای که در اختیار شما خواهد بود کار کنید. خب توضیحاتمون رو از اینجا شروع خواهیم کرد که ما توضیحاتی رو در مورد ابزار بالا به شما بدیم. اولین ابزاری که ما با اون کار خواهیم کرد ابزار Object Selection خواهد بود که گفتیم برای جابجایی موضوعات خواهد بود. و ابزار بعدی که ما داریم ابزار رنج سلکشن خواهد بود که این امکان رو به ما میده که ما یک قسمتی از موضوع رو انتخاب کنیم و بر روی اون کار کنیم. اما قسمتی رو که ما اول میخوایم به شما بگیم تا با اون کار کنیم این خواهد بود که ما به چه صورت میتونیم یک قسمتی رو مداوم پخش کنیم یا به اصطلاح لوپ کردن صدا. ما در قسمت بالا در این قسمت در قسمت گرید هامون میتونیم این کار رو انجام بدیم یا به اصطلاح بهش میگن سانک پوزیشن. در این قسمت شما میتونید با استفاده از ابزاری که در این قسمت بالا دارید، اگر دقت کردید در این قسمت با آیکون دستی که بر روی اون نقطه قرار گرفته فقط با کلیک کردن درک میکنم و تا میزانی که میخوام نگه میدارم. اوکی تا این قسمت به این نه. اما دقت کنید
در این قسمت برای من اون عملی رو که به شما گفتم حالت لوپ کردن رو انجام نداد. دلیل: ما در قسمت پایین و داخل ترانسپنلمون یک قسمتی رو داریم به نام سایکل که وقتی ما این رو فعال کنیم همینطور که از علامتش مشخصه تا یک میزانی میاد و دوباره برمیگرده از اول شروع به پخش خواهد کرد. اگر من این رو کلیک بکنم دقت کنید. پروژه من تا اون میزانی که خواستم پخش شد و از اون میزانی که نخواستم دوباره از اول شروع کرد به پخش کردن. دو تا چیزی که الان ما درس دادیم این خواهد بود که اول نحوه لوپ کردن با چه ابزاری، یکی از منوی سانک پوزیشن و قسمت بعدی قسمت سایکل. خب قسمت بعدی که ما میخوایم با اون کار کنیم این خواهد بود که ما به چه نحوی میتونیم پروژمون رو به اول برگردونیم. در این قسمت کنترلرها ما قسمت‌هایی رو داریم به نام Go to Previews Marker 0، یعنی برگرد به اول و از صفر شروع کن. در این قسمت میتونیم کار کنیم و همینطور Go to Next Marker که اگر ما اینو بزنیم اگر دقت بکنید برمیگرده به آخر پروژه ما. و همینطور ما ابزاری رو داریم به نام Stop که میتونیم از اون استفاده کنیم برای متوقف کردن پخش، ضبط و غیره. خب بهتون گفتیم ابزار کنترلی در این قسمت و ابزار ویرایشی در این قسمت. تا این قسمت ما در مورد سه بخش صحبت کردیم. بخش اول در قسمت تولبار خواهد بود که ما صحبت کردیم به چه نحوی خواهد بود. اگر دقت بکنید در این قسمت ما ابزار ترانسپنل رو داریم. چرا اینجا ترانسپنل رو داریم؟ اینجا اومده و این ابزار رو متصل کرده به این ابزار. دقت کنید وقتی من روی این قسمت قرار میگیرم نوشته ترانسپورت پلی برای من نوشته خواهد شد که در این قسمت میاد به این قسمت سنس میشه و میتونم ازش استفاده کنم. اما قسمت بعدی که ما داریم این قسمت خواهد بود که ما بتونیم کنترل صدا رو داشته باشیم، یعنی صدای ما از یک میزان کم یا زیاد شد. بخش اصلی که ما با اون کار خواهیم کرد همین بخش ها خواهد بود در بخش اول. بسیار عالی. و در قسمت بعدی ابزاری رو ما داریم به نام میوت که دقت کنید وقتی من رو اون کلیک خواهم کرد صدای من قطع خواهد شد و من هیچ چیزی رو متوجه نخواهم شد از پخشی که برای من داره انجام میده. و مجددا وقتی که بزنم و بردارم تیکشو شروع به پخش خواهد کرد. و در قسمت بعدی سالو خواهد بود که وقتی من این رو بزنم سالو، یعنی من میتونم متوقف کنم صدای ضبط رو یا میتونم پخشش کنم. خب تا اینجا پس کار کنید، حداقل یک ساعت دو ساعت کار کنید رو همین بخش ها، فقط برای همین بخش هایی که به شما گفتم. شاید با سایکل حتی به مشکل بخورید و نتونید این کار رو انجام بدید، برای همین میگم تمرین رو انجام. خب ما میخواییم در مورد دو بخش دیگه اصلی که ما با اونها کار خواهیم کرد صحبت کنیم در ادامه. بخش اولی که ما میخواییم در مورد اون صحبت کنیم قسمتی خواهد بود که اگر من در هر قسمتی از سانک پوزیشن خودم کلیک بکنم برای من قرار خواهد گرفت. این قسمت رو بهش میگیم مارکر، یعنی قسمتی خواهد بود که اگر من دکمه پلی خودم رو بزنم دقت کنید داره حرکت میکنه برای من به این صورت. اما اگر بخوام که این مارکر من اصلا در این قسمت قرار گرفته و داره پخش میکنه و بخوام همزمان که داره پخش میکنه من هم همراه اون راه بیفتم و پروژه خودم رو ببینم، بر روی هادو اسکرول کلیک خواهم کرد. دقت کنید به محضی که این فعال باشه من میرم و به ادامه اون بخشی که داره برای من پخش میکنه قرار خواهم گرفت و میبینم به این صورت. و در این قسمت ما در مورد این دو قسمت اصلی که گفتیم صحبت کردیم. اما قسمت بعدی که ما صحبت کردیم در جلسه قبل هم و حائز اهمیت خواهد بود این قسمت خواهد بود قسمت میوت که برای ما صدا رو قطع و وصل خواهد کرد که اگر ما بر روی این کلیک کنیم و حالت نارنجی یا قرمز در بیاد صدای ما قطع خواهد شد و اگر که به حالت سفید در بیاد برای ما صدا پخش خواهد شد. و ابزار سولو خواهد بود که وقتی من این رو کلیک خواهم کرد صدای من شروع به پخش خواهد کرد اگر بر روی میوت باشه.
که من این قسمت ها کار ندارم، توضیحاتم رو در جلسه قبل دادم، اما در الان میخوام یک تغییراتی رو بر روی این قسمت از پروژه‌ام ایجاد کنم. قبلش باید یک توضیح مختصری در مورد ابزاری که در این قسمت بالا حضور دارم برای شما بدم. خب در مورد Object Selection و Range Selection صحبت کردیم، اما در ادامه در مورد Range Selection بیشتر صحبت خواهیم کرد. امکاناتش بیشتر از این خواهد بود کاربردش. اما در قسمت بعدی که ما داریم ابزار اسپلیت خواهد بود که برای ما این کار رو انجام خواهد داد که دو جسم رو یا یک جسم یک پارچه رو برای ما میاد از هم منفک میکنه و ما میتونیم از اون برای کات کردن یا برش استفاده کنیم. ابزار گلو رو داریم که برای چسباندن استفاده میشه، یعنی اگر ما دو تا جسم منفک داشته باشیم و بخوایم به هم متصل بکنیم از ابزار گلو استفاده خواهیم کرد و با ابزار گلو اون دو جسم رو به هم متصل که در ادامه با اینها آشنا خواهیم شد. و ابزار بعدی که داریم ابزار ایریس خواهد بود که برای ما کار پاپون رو انجام میده و اون قسمت هایی رو که برای ما ایجاد مزاحمت میکنن یا ما میخوایم حذف کنیم از ابزار ایریس استفاده میکنیم و اونها رو حذف خواهیم کرد. زیاد پیچیدش نمی کنم، در این بخش در مورد این سه بخش صحبت خواهیم کرد که دو بخش اصلی که گفتیم اسپلایت و گلو خواهد بود که توضیح خواهیم داد. در قسمت اول من میام تا اون میزانی رو که میخوام اول میذارم پخش بشه برای من. خب در این قسمت من میخوام یک کاتی رو داشته باشم از این و بر روش کلیک خواهم کرد. خب اگر دقت بکنید این موضوع من جدا شد و اگر بخوام من به حالت اولیه اون برگردونمش فقط کافیه که این دوتا رو به هم دیگه دوباره متصل کنم. خب من این قسمت رو از این قسمت جدا کردم، دقت کنید. به این صورت. خب من صداش رو کمتر میکنم که مابینش اگه توضیحاتی بود برای شما ارائه بدم. خب قسمت بعدی که برای ما میخواد اسپیلایت بخوره در این قسمت خواهد بود. این قسمت هم جدا شد به این نحو. دقت کنید. یک توضیح مختصری رو برای شما بدم. به دلیل اینکه کار ما سمعی و بصری هستش بهتره که من در لابلای پروژه ها صحبت کنم و من مداوم نمیتونم صحبت کنم و نکات ریز رو بگم. اول کاری رو که میگیم یک بار بازگو میکنیم و میگیم که میخوایم چه کاری انجام بدیم و بعد انجامش میدیم و احتمالاً یک مقداری از اون رو بشنویم و باز دوباره شروع به کار کنیم و بعد از این که ما کارمون تموم شدهش یک توضیحات مختصری رو در مورد هر بخش برای شما خواهیم داد. بنابراین اگر لابلای این پروژه من یکم کم حرفی میکنم یا صحبت نمیکنم، بنابراین خواهد بود که شما متوجه تغییرات و همینطور عملکردهای هر بخش بشید. خب ادامه آموزش میریم. خب در این میزان قرارش میدیم و اسپلیت رو میزنیم. این بخش رو هم جدا خواهیم کرد. خب همون میزانی که میخواستیم برای ما جدا کرد. خب من این پروژه رو از محدوده‌ای که ما میخواییم خارج میکنم. محدوده ای که ما میخواییم در این میزان خواهد بود و روی این چند بخش. یکم فاصله بدم به اینو. خب در این قسمت اولین کاری که ما میخواییم انجام بدیم دوباره اینها رو بیاییم به همدیگه متصل کنیم و بتونیم با اونها کار کنیم. به صورت مثال من میخوام این قسمت رو بیارم پایین. اگر دقت کنید وقتی درک میکنم میاد پایین و اینجا برای من میاد دوباره یک پروژه دیگه ایجاد میکنه، یک ترک دیگه و در قالب اون قرار. اما من میخوام در این قسمت این پروژه‌مو با این پروژه اینجا بیام مچ کنم.
این قسمت رو هم میگیرم میارم پایین و نزدیک میکنم به این. دقت کنید و این رو هم میارم جلوتر و میذارم از اینجا. خب به همین نحوی که دیدید این دوتا به هم دیگه مد شدن، اما یک جسم یک پارچه نیستن و من میخوام یک پارچه باشن و با هم دیگه ادغام بشن. برای این کار گفتیم از ابزار گلو استفاده میکنیم برای چسباندن دو موضوع به یک دیگر. من کلیک میکنم بر روی این، فقط کافی من جسم اولم رو انتخاب.